بالاخره حق به حق دار رسید. لوندوفسکی بهترین بازیکن سال شد. رونالدو: امیدوارم برای 4 تا 5 سال دیگر با بازی کردن ادامه بدهم. تهدید بنزما: اگر هالند بیاید من جدا می شوم. عصبانی، خسته و کلافه: جدای قطعی امباپه از پی اس جی. هالند بارسایی می شود به لطف این سه بازیکن. هازارد به ته خط رسید، می خواهم از رئال مادرید بروم. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستید صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفا اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. میلان یک، اسپتزیا دو. هدیه ویژه تیاگو موتا به اینتر. میلان در بدترین موقع از دیداری که ظاهرا ساده به نظر می رسید بدون امتیاز خارج شد. در شبی که دروازه‌بان اسپتزیا بهترین بازیکن تیمش بود، میلان یک ضربه پنالتی را از دست داد. گفته نیست که گل زیبای مسیاس در آخرین ثانیه های بازی به دلیل آوانتاژ ندادن و سوت زود هنگام داور مردود شد. داور جوان این دیدار با اشتباه بزرگ خود نقش زیادی در تعیین سرنوشت بازی داشت. در جریان باخت 2-1 میلان مقابل اسپتزیا در هفته 22 سری آ، گل زیبای جونیور مسیاس به دلیل اشتباه داور مردود شد. اشتباه میتواند به قیمت از دست رفتن اسکودتو برای میلان تمام شود. در شرایطی که بازی با تساوی 1-1 در جریان بود، جونیور مسیاس در دقیقه 92 با زیبایی دروازه اسپتزیا را باز کرد، اما به دلیل اجره داور در سوت زدن و آوانتاژ ندادن این گل مردود شد. مارکو سرا، داور جوان این مسابقه، قبل از رسیدن توپ به مسیاس سوت زد و پشت محوطه جریمه اسپتزیا خطا روی ربیچ را اعلام کرد. پس از این اتفاق بازیکن میلان به داور اعتراض کردند و اون از اشتباه خود را پذیرفت. میلان حدود 2 دقیقه بعد از این صحنه اسیر ضد حمله اسپتزیا شد و گل دوم را دریافت کرد تا عملا برد تیم پیولی به یک شکست تلخ تبدیل شود. اتحادیه داوران ایتالیا نیز در پیام از باشگاه میلان عذرخواهی کرد. باشگاه میلان این عذرخواهی را نپذیرفته، چرا که میلانی ها باور دارند اشتباه داور غیر عمدی بوده است. ادعای رسانه‌ای بلژیکی: ادن هازارد با اطمینان از اینکه در رئال برای یو آینده نیست قصد جدایی در همین زمستان را دارد. ادن هازارد تا 3 سال قبل و در دوران حضور در چلسی یک از بهترین بازیکنان دنیای فوتبال بود و تیمای بزرگ را خواهان جذب خود میدید. در نهایت و در تابستان سال 2019 مدیران رئال مادرید بعد از سالها تلاش برای خرید ادن هازارد در چلسی به توافق دست یافتند و این ستاره بلژیکی را با سر و صدای فراوان جذب کردند. اما ادن هازارد در همان بعد ورود به مادرید دچار افت عجیبی شد و حتی گوشه ای از درخشش گذشته خود را در باشگاه جدیدش تجربه نکرد. مصدومیت های متوالی و البته اضافه وزن باعث شد ادن هازارد با بازیکن اغلب نیمکت نشین در رئال مادرید تبدیل شود. هازارد در نیمه نهایی سوپرکاپ برابر بارسا وارد زمین نشد و در فینال شب گذشته برابر بیلباو همچنان برای حضور در میدان پیدا نکرد. چهره او در جشن قهرمانی رئال گویای همه چیز بود و در بلژیک ادعا میکنن او قصد جدایی در انتقالات زمستانی را دارد. کریستیانو رونالدو پس از دریافت جایزه ویژه سال فیفا از همتیمی های خود بابت کمک هایشان تشکر کرد. در جریان مراسم دی بست فیفا، کاپیتان تیم ملی پرتغال جایزه ویژه سال 2021 فیفا را کسب کرد. کریستیانو رونالدو در طی سال 2021 موفق به عبور از رکورد 109 گل ملی علی دایی شد تا تبدیل به بهترین گلزن ملی تاریخ فوتبال شود. او به دلیل ثبت رکورد جدید جایزه ویژه سال 2021 فیفا را به دست آورد. رونالدو پس از دریافت این جایزه مصاحبه مختصر داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم. هرگز تصور نمی‌کردم به این رکورد دست پیدا کنم. 115 گل ملی. رکورد قبلی 109 گل بود، یعنی در حال حاضر 6 گل پیشتر هستم. بابت دریافت این عنوان ویژه از فیفا، ارگانی که بسیار مورد احترام هست، بسیار مفتخرم. هنوز هم اشتیاق برای فوتبال بازی کردن را دارم، نه فقط به این هدف که گل بزنم. از 5 یا 6 سالگی بازی فوتبال را شروع کردم و از این کار لذت میبرم. گاهی از من میپرسن که تا چند سال دیگر فوتبال بازی خواهم کرد. جوابم این هست که امیدوارم تا 4 یا 5 سال دیگر فوتبال را ادامه بدهم. روبرت لوندوفسکی، ستاره لهستانی بایرن مونیخ، به عنوان بهترین فوتبالیست سال 2021 از سوی فیفا انتخاب شد.
مراسم انتخاب بهترین های فیفا در سال 2021 امشب از ساعت 22:30 به وقت کابل در زورخ سوئیس در حالی برگزار شد که به دلیل محدودیت های کرونایی هیچ مهمانی در مراسم حضور نداشت و برندگان با حضور مجازی جوایز خود را دریافت کردند. در آخرین و مهمترین بخش این مراسم جایزه بهترین بازیکن سال فیفا مردان بر رابرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایر مونیخ رسید. تا پس از دست رفتن توپ طلا و رسیدن جایزه به لیونل مسی این بار در بست به لووا برسد. لواندوفسکی بالاتر از مسی و محمد صلاح برای دومین سال پیاپی بهترین بازیکن سال فوتبال جهان از سوی فیفا انتخاب شد. در بخش زنان هم الکسیا پوتیاس پانوانی بهترین بازیکن سال 2021 فوتبال زنان انتخاب و برنده جایزه فیفا شد. جالب اینجاست الکس پوتیاس که برنده جایزه توپ طلا شده بود در تیم منتخب فیفا جایی ندارد. کریستیانو رونالدو جایزه ویژه فیفا را برای رکورد تاریخی بیشترین گل زده ملی و پیش گرفتن از رکورد علی دایی دریافت کرد. توماس توخل سرمربی آلمانی تیم چلسی به عنوان برترین سرمربی سال مردان از دیدگاه فیفا انتخاب شد. ادواردو مندی دروازه‌بان سنگالی چلسی به عنوان بهترین دروازه‌بان سال انتخاب شد. گروه پزشکی و بازیکنان تیم ملی دانمارک جایزه فیر پلی سال را به علت تلاش برای نجات جان کریستین اریکسن در دیدار دانمارک مقابل فنلاند در رقابت‌های یورو 2020 دریافت کردند. کریم بنزما ستاره رئال مادرید در شایعات مربوط به پیوستن ایرلینگ هالند به این باشگاه چندان خوشحال نیست. بنزما یک از ستاره های رئال مادرید در چند فصل اخیر بوده و پس از جدای کریستیانو رونالدو موفق شده بار گلزنی این تیم را به تنهایی به دوش بکشد. این بازیکن نقش کلیدی در قهرمانی رئال مادرید در لالیگا در فصل 2019-20 داشت و شب گذشته نیز در جریان فینال سوپرکاپ اسپانیا برابر اتلتیکو بیلبائو موفق شد دروازه حریف را باز کند. زوج این بازیکن و وینیسیوس جونیور در این فصل نمایش درخشانی را در ترکیب رئال مادرید ارائه کرده و بارها نجات بخش تیم کارلو آنچلوتی شده است. با این حال گفته می شود که علیرغم درخشش این ملی پوش فرانسوی در ترکیب رئال این باشگاه قصد دارد پیشنهادی را برای جذب ایرلینگ هالند به این باشگاه ارائه کند. هنوز دو فصل دیگر از قرارداد هالند با دورتموند باقی مانده اما بعد فسخ این بازیکن در تابستان 2022 فعال می شود و این باشگاه آلمانی اجازه جدای این بازیکن را صادر خواهد کرد. این در حالی است که انتقال کیلیان امباپه از پاریس سن ژرمن به رئال به عنوان بازیکن آزاد در پایان فصل جاری هم قطعی به نظر می رسد. حالا روزنامه ال ناسیونال مدعی شده که بنزما به فلورنتینو پرز خبر داده که قصد دارد همچنان به حضورش در سان دیگو برنابئو ادامه دهد. اما اگر هالند به رئال منتقل شود او درباره این تصمیم تجدید نظر خواهد کرد. بیتاب پایان فصل و پیوستن به رئال مادرید. در جریان بازی پی‌اس‌جی و برسات اتفاقی رخ داد که حکایت از دلزدگی کیلیان امباپه از روی شامپیونات داشت. پاریس سن ژرمن شب گذشته در چارچوب هفته 21 میلی شامپیونات در ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان برسات بود و در نهایت موفق شد این تیم را با نتیجه 2-0 از پیش رو بردارد. امباپه در دقیقه 32 و تلوکرر در دقیقه 53 موفق شدند گل های پی‌اس‌جی را به ثمر برسانند. لیونل مسی به دلیل ابتلا به کرونا و نیمار به دلیل مصدومیت در این بازی غایب بودند. در حالی که دیگر چیزی تا اتمام قراردادش نمانده و همه چیز حاکی از آن است که او به رئال مادرید خواهد رفت. ولی پاریس سن ژرمن که نمیخواهد که لیون امباپه را از دست بدهد قرارداد جدید را به او پیشنهاد داده است. بر اساس ادعای سایت فوت مرکاتو باشگاه پاریس سن ژرمن در تازه ترین تلاش خود پیشنهاد 2 ساله به امباپه 23 ساله داده و در تلاش است تا با تمدید قرارداد این بازیکن مانع از پیوستن او به رئال مادرید شود. طبق گزارش این رسانه فرانسوی کلیان قصد ندارد تا پیش از پایان فصل جاری در خصوص آینده حرفه‌ای خود تصمیم گیری کند. در جریان بازی برابر برسات هم اتفاقی رخ داد که نشان می‌داد امباپه دیگر تمایل خود برای بازی در لیگ فرانسه را از دست داده است. در دقیقه 34 بازی داور با کلیان امباپه کارت زرد نشان داد تا باعث خشم ستاره فرانسوی شود. امباپه که کارت زرد را باور نداشت با عصبانیت فریاد زد این صحنه چطور کارت زرد داشت؟ چنین چیزی مگر ممکن هست؟ تو اصلا داوری بلد نیستی؟ در این لیگ همیشه شرایط این طور هست. بارسلونا در نظر دارد که با فروش 3 بازیکن مازاد خود در تابستان بعدی بتواند پول خرید ایرلینگ هالند مهاجم نروژی را تأمین کند. اسپارت کاتالونیا گزارش داده است که بارسلونا امیدوار است که بتواند با فروش گریزمان، کوتینیو و ترینکو در تابستان بعدی مبلغ 110 میلیون یورو درآمدزایی کند و بتواند از این پول برای خرید ستاره نروژی دورتموند استفاده کند. کوتینیو شروع درخشان در آستون ویلا داشته و مدیران بارسا امیدوارند که در نیم فصل حضور قرضی در لیگ انگلیس بتواند بدرخشد و برای خود مشتری با مبلغ حداقل 40 میلیون یورو پیدا کند.
گریزمان هم که امسال قرضی به اتلتیکو برگشته نمایش خوبی داشته و احتمال تیم مادریدی در پایان فصل با پرداخت مبلغ در حدود 40 میلیون یورو میتواند انتقال را نهایی کند. ترینکا دیگر بازیکن بارسا است که امسال قرضی به ولورهمپتون رفته و کاتالون ها روی فروش دائمی وی با مبلغ 30 میلیون یورو حساب می کنند. بارسا می داند که انتقال هالند با احتساب مبلغ درخواستی دورتموند کمیسیون ها و دستمزد این بازیکن برای فصل آینده با حداقل 200 میلیون یورو نیاز دارد و به همین خاطر در حال بررسی گزینه هایشان هستند تا بتواند این خرید را به سرانجام برسانند.